درود خدمت همه عزیزان و همراهان همیشگی. امید ربانی هستم، استاد خط نستعلیق از انجمن خوشنویسان ایران و ساکن استانبول. موضوع درس جدیدمون روش نگارش کلمه الهی هستش که از سه نوع ه برخوردار هست که هر کدومو تک تک شرح میدم و امیدوارم مورد پسند رو قرار بگیره و کلمه بسیار زیبایی هست و با این ه دو چشم ها زیباتر هم میشود. آرزوی موفقیت برای همه عزیزان. درود فراوان. خب درس جدیدمون کلمه الهی هست که به شیوه های مختلف خدمتون شرح میدم و این سه حالت اگر کشیده نباشه، یعنی معکوس نگذاریم برای یه، از این سه حالت خارج نیستش و اینها رو الان خدمتون عرض میکنم و همینطور همراه با معکوس یه. خب ببینید، اگه این خط زمینه هم باشه که الف که مشخصه الهی، ببینید بعد طوری بنویسیم که یه قسمت دومش روی خط زمینه قرار بگیره و در حالت عادی به این شکل اگر آخر سطر باشه یا مثلا ترکیبی باشه اون موقع بالا میره و قضیه فرق میکنه، ولی در حالت عادی تمام دایره قسمت دومشون زیر خط زمینه هست طبق صحبته که از قبل کردیم. و اینجا الان حدودا 4 نقطه باید در نظر بگیریم که خودش این 3 نقطه رو نیمه تقریبا اینجا ما یه نقطه حساب کنیم، 4 و نیم نقطه به این شکل اینجا تا انتهاش میشه 3 نقطه، یعنی اینجا الف کوتاه داره، این یه دور میگیره به این شکل، می‌بینید یه عرف کوتاه دور میدیم به عرض یک نقطه خارج میشیم و به جهت عمود از اینجا دور بعدی رو آغاز میکنیم. می‌بینید همراه با دور اینجا قسمت دوم یه رو میزنیم و در نهایت یک دایره به این شکل انجام میشه، دهنش یه نقطه و نیم، عمقش هم یک نقطه. این قسمت هم که عرض کردم قسمت دوم یه هست که زیر خط زمینه قرار میگیره. این فضا رو باید در نظر بگیریم، خیلی باز نباشه و خیلی هم جمع نشه. این شکل از الهی ساده ترین نوع نگارش اون هست. و حالت هی دو چشم که دو مدل هستش که عرض میکنم خدمتتون، اولیش باز دوباره بالاتر مانند همین اینجا رو بونو که قلم برمیگرده به این شکل، ولی اینجا امتداد نداره چون متصل میشه به هه. نصف قلم قسمت بالای هه، اینجا افقی و از اینجا دور بعدی رو میدیم طوری که یه مده بالاتر از دور اولمون میشه، یعنی قوس اولمون پایین تر از اولی هم. خب اینجا رو آماده میکنیم برای برگردون متصل به هه به این شکل. این ارتفاع رو ببینید، اینجا باید یک نقطه باشه و خدمت رو عرض کنم که یه مدار دقت میخواد تو قسمت بالا، این هم که یه به این شکل به مدار این قسمت دقت بیشتری میخواد که باید حتما شما توجه کافی داشته باشید که از کجا شروع کنید که بگه و ختم بشه و این چشم ها تقریبا با هم برابر بشه. یک بار دیگه اینجا اجرا میکنم، ببینید این حالت نصف قلم همینجا رها میکنیم، تقریبا افقیه، شیب بسیار کمی داره و دور بعدی به این شکل انجام میشه و دو چشم معروف دوباره یه علف کوتاه داریم، اینجا دو نقطه و نیم باید باشین علف ها. از اینجا نوک هه رو شما در نظر بگیرید، شروع میکنیم با شیب مناسب و اینجا افقی میشه نصف قلم، تقریبا نوک قلمه یه مقدار ضخامت داره، دور میدیم حالت هه رو اینجا پدید میاریم. خب این الان آماده میشه برای متصل شدن به یه. از داخل این با نصف قلم حرکت میکنیم، میرسیم به
تیزی نوک قلم. نیشه قلم بعد اینجا قشنگ مشخص میشه، من اینجوری میای اینجا نازک میشه، از قوت میایم به ضعف، بعد حرکت بعدی به قوته، دوباره یه رو از اینجا دور میدیم و متصل میکنیم به یه. این حالا تو خب در حرکات بعدیمون این هرم یک بار دیگه من براتون بالاشو بنویسم به صورت سریع به این شکل. قوس داریم وسطش، قوس بزرگتر، اینجا ارزش یک نقطه است، این بر یک نقطه و نیم هست، یعنی این حالت اجرا میشه، موازی نیستش. بعد حرکت بعدی که متصل میشه به یه، اینجا باید شکل ف ساخته بشه، اینو در نظر داشته باشید. ما حالا متصل به یه معکوس، اولیش که ساده است، یه عدف دوباره ساده، همون قوس اینجا میدیم، یعنی یک نقطه خارج میشه، از وسط میم بالا اینجا ببینید این قوسی که داریم از اینجا میش کنیم و بر میگردیم، داره میاد پایین، یهو تغییر جهت میده و عرض دو نقطه. قلم اینجا میذاریم برای یه کمی که نزول داریم، کم کم آهنگ صعود میگیره، یعنی از زاویه 63 شروع میشه، کم کم خودش میاد میرسونه به زاویه 45، یعنی اگر توی این مسیر حرکت بکنید خودش اتوماتیک درست میشه. انتهاش هم باید یه نقطه بالاتر از شروع همون باشه اینجا. حالا من اینجا نرسیده بود دیگه وسط گذاشت. طول این هم 9 تا 11 نقطه. این یه روشه یه معکوس. خب الهی حالا با شکل دومش که به این صورت دوباره الف کوتاه دو رو میدیم، همون کار رو اینجا اجرا میکنه، فقط اونجا متصل به یه عادی میشه، اینجا به یه معکوس. اینجا رو ببینید، اینجا رو بلندتر میخوابونیم، یعنی منزل نیم نقطه پایین میاد. قلم رو دوباره اینجا میگذاریم، دست باید آزاد باشه به این شکل، خوش که گرفت اینجا رو میبندیم، این هم میشه یک نقطه، این هم یه نقطه. حالا اون هم براتون می‌نویسم که کمتر استفاده میشه اما خوب بدونید. دوباره اینجا همون کار رو تکرار میکنیم به این شکل، از وسط جدا میکنیم، طولش هم کامل 2 نقطه بعد باشه. حالا از اینجا دوباره میخوابونیم مثل همین الهیه قبلی به این شکل. حالا قلم رو اینجا میذاریم، کامل یمونو به طول 11 نقطه انجام میدیم. این هم نهایی مست که بسیار زیبا هستن، منتها هر کسی دوستش یه نوع جا انتخاب میکنه، حالا بستگی به جملهمون داره، ترکیبمون داره، هر کدوم جایی مخصوص خودش داره و سلیقه ای هم هست، یکی میگه من با این یه راحت ترم، یکی میگه با اون یه راحت ترم و زیبایی خاصی به کلن ترکیب اون میده، حالا چه تلیپا باشه چه توی قطعه باشه و هر جای دیگه که استفاده میشه، چون هیدوشش زیبا هست و اتصالاتش هم بسیار زیباست و توی ترکیب ها خیلی جلوه میکنه. پیشنهاد میکنم امتحان کنید و انشالله که خوشتون میاد. یا حق.